سقیفه بنی ساعده که محل توطئه دشمنان رسول خدا برای جانشینی ایشان بود، همکنون به تنها مکان سرسبز اطراف حرم نبوی تبدیل شده و محترم شمرده می شود. در ویدیویی که اخیراً به دسته خبرگزاری شیوز رسیده، اهتمام وهابیان عربستان سعودی به آبادی مکان سقیفه بنی ساعده مشهود است. اهتمام و رسیدگی عربستان به سقیفه بنی ساعده در حالی صورت گرفته که قبور اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در قبرستان بقی ویران شده و اجازه زیارتشان نیز به شیعیان داده نمی شود. عربستان که وهابیت را به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی می کند، بازسازی قبور مطهر و اماکن مقدس را حرام می داند و اقدام به تخریب آنها کرده، ولی در مقابل اماکن مهم و قبور اشخاصی که دشمنی خود را با پیامبر و اهل بیت ایشان صلوات الله علیه اجمعین ثابت کردند، مورد احترام، بازسازی، اعمار و اهتمام قرار می دهد. برای توضیحات بیشتر تماس تلفنی داشتیم با استاد خنیفرزاده، محقق و پژوهشگر. سقیفه همون گونه که در تاریخ درباره اش گفتند، چیزی مثل مرکز تجمع قبیله که امروزه هم مشابه های آن در بعضی از روستاها دیده میشه و خب چون منطقه گرم هست، معمولا این رو با نی و چیزهای مانند این میسازن، سقف درست میکنن براش و میشه محل تجمع در ایام تابستان. عربستان سعودی برای آنکه آثار به جای مانده از مکتب اهل بیت، آثار توحید رو به جای آنکه حفظ بکنن نابود میکنن و دارن کاری میکنن که تاریخ فقط در همون کتاب ها بمانه. هرچه آثار گرانسنگی از مکتب و مذهبمون داریم نابود کردن و نابود میکنن. همین گنبد سبز آسمان سای حضرت رسالت که الان هست، در واقع دیگه زورشون نمیرسید، نمیتونستن و الا دوزو برنامهشون بود که این رو هم نابود کنن. میگن این شرکه، اینا یه زمانی بوده، دیگه نباید باشه. شما دلبستگی پیدا میکنید به این جا. این همین درباره سقیفه با صادقه. خب ما میگیم شما که چنینید، چرا به عکس میایید سقیفه را که نیست؟ به دلیل اینکه سقیفه یه جاییست، چند تا چوب کاشتن روی زمین، روی اون رو نی گرفتن و میتونه به راحتی تغییر پیدا کنه در یه جای دیگری آن سوی مثلا قبیله باشه. چرا این رو دارید احیا میکنید؟ ببینید، اینا آمدن از سراسر دنیا گشتن، کار علمی کارشناسی انجام دادن، بهترین و زیباترین گیاهان و گلها رو آوردن و همون محل سقیفه رو تبدیل کردن به یک باغ زیبا با این هدف که سقیفه احیا بشه. حالا اگر سقیفه مسجد بود، اگر یا یک زیارتگاه بود، آیا باز همین کار میکردن؟ آیا باز تخریبش میکنن یا نه همین شیوه احیا رو دنبال میکنن؟ و این سوال مطرح میشه، شما پاشدید برای سقیفه این همه هزینه کرده اید، آیا این به معنای آن نیست که شما دقیقا یک سیاست دوگانه انجام میدید؟ آنجا که صحبت از اهل بیت رسالت هست باید نابود بشه، آنجا که از رسالت و نبوت اثری درش نیست و در واقع برای تخریب ادامه خط نبوت هست، او رو برمیدارن احیا میکنه که اصلا جای احیا هم نداره. این باغ الان موجوده در نزدیکی بقیع و در نزدیکی مسجد پیامبر، باغ بسیار زیبا و در اختیار عموم هم نیست که همیشه باز باشه، زمانهای خاصی داره با یه برنامه خاصی. وقتی هم میگیم، میگن این در واقع ما میخواییم محل تجمع صحابه رو مکرم بداریم و اومدیم رو تبدیل کردیم به باغ. سوال اینه که این همه هزینه عجیبه که برای احیای این باغ درست کردن که خاک کف اونجا رو از خدا میدونه کجاها آوردن، این قطعا سیاست دوگانه است و قطعا چون در این سقیفه امر رسول الله پامال شده، وصیت رسول الله پامال شده، دارن احیاش میکنن. قطعا برای مخالفت با حضرات اهل بیت این موضوع صورت گرفته و از نشانهای آشکار این مطلب است.
با تشکر از آقای خنیفرزاده.